برای اینکه شما یه محیط خیلی خوب رو داشته باشید انگام مطالعتون باید یک سری از اصول و نکات رو رعایت کنید من اون اصول رو خدمت شما میگم برای چی؟ به این دلیل که ما گفتیم تمام اون فرایندهای ذهنی ما با گرفتن اطلاعات از محیط بیرون تغذیه میشن پس اگر شما یه محیط خوب رو داشته باشید دائما با ورودی هایی که توسط سیستم حواس پنجگانتون دریافت میکنید کمک میکنید پردازش های ذهنی و مغزی شما و تولید افکار و احساسات و رفتارها و وضعیت های جسمی شما در بهترین حالت قرار بگیرند به همین دلیل که ما محیط و فضایی که برای مطالعه داریم رو به بهترین نفت تراحی میکنیم چون میدونیم طراحی این محیط بیرونی روی سیستم های ذهنی ما تاثیر میذاره کاری که ما توی استیت مطالعه در این جلسه انجام دادیم اول وضعیت وضعیتهای جسمی و درونی خودمون رو دیدیم به چه شکلیه توی این داستان میخوایم یکم وضعیتها و شرایط بیرونی رو ببینیم باید به چه شکلی باشه یعنی در بیرون چه چیزهایی باید ورودی به ذهن ما بده تا سیستم مطالعه ما به بهترین نفیش بره و بتونیم بالاترین عملکرد رو در تندخانی و های خودمون داشته باشیم اولین کاری که شما برای داشتن یک محیط خوب انجام میدید اینه که از یک منبع نور مناسب برای روشنایی محیط مطالعه خودتون استفاده کنید این که ما یه نور مناسب داشته باشیم خیلی در کیفیت مطالعه ما تاثیر داره افراد بینن توی اتاق خیلی تاریکی که محدود مثل دوران قدیم که با اون چراغ دستی ها مطالعه میکردن و کتاب قرار میدادن اونجا فکر میکنن باید اینجوری مطالعه کنن توی فضای خیلی حالا تاریک یا نیمه تاریک و فقط یه چراغ وجود داشته باشه نه اینها باعث میشه که کیفیت مطالعه ما بیاد پایین به همین دلیل خیلی مهمه که شما از یک نور یا یه منبع نور خیلی مناسب استفاده کنید و اون نور قابلیتی داشته باشه که شما وقتی دارید مطالعه کنید حالا دستتون یا ابزاری که برای خطبری استفاده کنید سایه نندازه ها مثلا اگر دارید از چراغ مطالعه استفاده کنید و اون چراغ به عنوان یک منبع تغذیه نور شما برای مطالعه هست سعی کنید اون رو در جهتی قرار بدید که سایه نندازه مثلا اگر دست راست هستید و با دست راستتون نکته برداری میکنید یا خط بری میکنید چراغ رو باید در سمت چپ خودتون قرار بدید وقتی سمت چپ خودتون قرار بدید این باعث میشه که صفحات کتاب برای شما روشنتر بشن و دیگه دستتون سایه نندازه و صفحه کتاب تاریک نشه خیلی وقتا وقتی شما دقت میکنید به نور مطالعه میبینید که در بسیاری از اوقات شما دارید در یک فضایی مطالعه میکنید که نور هست ولی قرارگیری اون نور به شکلیه که کاملا سر شما سایه میندازه روی کتاب یه قسمت کتاب روشن یه قسمتش تاریکه و همین باعث میشه عمل ما بیاد پایین پس نور باید در جهتی قرار بگیره که سایه نندازه روی کتاب که پیشنهاد میکنن اگر چراغ است در جهت مخالف دستی که نوشته میشه قرار بگیره اگر یه منبع نوری هست بالای سرمون نصب بشه که کاملا طیف نور در یک شعاع همسان پخش بشه و سایه نندازه یا اینکه خیلی ها معتقد هستن حالا چراغ باید پشت سر ما قرار بگیره وقتی پشت سر ما قرار میگیره باعث میشه که کاملا فضای مطالعه ما پوشش داده بشه ولی نباید حالا دقیقا پشت سر ما باشه چون اگه پشت سر ما باشه ممکنه که سایه سر ما روی کتاب بیفته منظورم از پشت سر این هست که یکم پشت سر شما قرار بگیره ولی فضای اون نور بالاتر از سر شما باشه که کاملا تسلط داشته باشه روی اون منابعی که شما مطالعه میکنید این نکات رو خودتون باید توی فضاتون ببینید به چه شکلی ها. اگر لامپی دارید اگر چراغ مطالعه دارید یه کتاب رو بذارید امتحان کنید و ببینید که وقتی دارید مطالعه میکنید آیا سایه میندازه نمیندازه به چه شکلیه تا قشنگ بتونید که اون رو تنظیمش کنید یه نکته دیگه ای هم که در رابطه با نور باید بهتون بگم بهترین نوری که میتونید برای مطالعه استفاده کنید نور طبیعی یا استران همون نور خورشیده اگر در یک اتاقی مطالعه میکنید و فضای مطالعتون طوری هست که شما میتونید دسترسی داشته باشید به یک پنجره و نور خوبی داره حتما سعی کنید میز مطالعتون رو کنار اون پنجره قرار بدید به نحوی که از نور طبیعی بهترین استفاده رو داشته باشید نکته بعدی که در رابطه با فضا و محیط مطالعه باید رعایت کنید این هست که سعی کنید محیط مطالعه شما دما و تهویه مناسبی داشته باشه در رابطه با دما نباید محیط مطالعه شما خیلی گرم باشه نه اینکه خیلی سرد باشه این داستان هم بستگی به نوع محیطی هست که شما دارید زندگی میکنید به فرض مثال کسی که در یک هوای گرم و خشک بزرگ شده و همیشه آفتاب و دیده اگر دمای هوا منفی دو درجه بشه خب ممکنه احساس سرما بکنه و نیاز داشته باشه که محیطش رو گرمتر کنه ولی یه فردی است که در یک منطقه کوهستانی و سرسی زندگی میکنه و دمای مثلا منفی دو درجه یا منفی پنج درجه براش یه دمای خیلی عادیه و با یه لباس تابستونه میاد بیرون این هم بستگی به محیط شما داره و باید دقت کنید ببینید شرایطی که شما در محیط مطالعتون دارید و دمایی که دارید نه زیاد گرم باشه و نه اینکه خیلی زیاد سرد باشه چون گرمای خیلی زیاد برای پردازش های مغزی ما و حالت های جسمی ما خوب نیست سرمای خیلی زیاد هم تاثیرات چندان مطلوبی رو نداره به همین دلیل ما باید یک دمای متعادل رو در محیط مطالعه خودمون داشته باشیم و نکته بعدی هم داشتن تهویه مناسب ها ما گفتیم مغز ما و کلا سیستم بدنی ما نیاز داره که اکسیژن بهش برسه تا بتونه کارکردها و عملکردهای درستی رو داشته باشه اگر شما در یک محیطی باشید که تهوی مناسب نداشته باشه و بعد از یک مدتی احساس سنگینی یا خفگی بکنید همین باعث میشه کلا های مغز بیاد پایین و عملکردهای مطالعه شما تحت تاثیر قرار بگیره پس یه تهوی مناسب رو سعی کنید اتاقتون داشته باشه یه پنجره نمیدونم یه گوشه پنجره باز کنید یه هواکش یه چیزی داشته باشه که خیلی راحت این داستانم برای شما حل بشه موضوع بعدی که باید در رابطه با محیط مطالعه رعایتش کنید سعی کنید یه محیط ثابت رو برای مطالعه خودتون داشته باشید وقتی که شما یه محیط ثابت رو انتخاب می کنید، کم کم ذهن و مغز شما نسبت به اون محیط شناخت بیشتری به دست میاره و این شناخت کمک میکنه شما تسلط بیشتری داشته باشید مثلا اگر هنگام مطالعه به یه دفتری نیاز دارید به یک خودکاری نیاز دارید دقیقا میدونید کجاست ولی اگر شما دائما بخواید محیطتون رو عوض کنید میخواید خودکارتون رو گیر بیارید نمیدونید کجاست اون دفترتون کجاست دائما همیشه یک سردرگمی و یه ابهام توی اون محیط دارید پس سعی کنید یه محیط ثابت رو انتخاب کنید برای مطالعه کردن خودتون اگر این امکان رو ندارید و دوست دارید که اصلا توی محیط های مختلف مطالعه کنید این هم خیلی خوبه ها کم کم بعد از تمرین های تمرکزی که انجام میدید میتونید خودتون و ذهنیتتون رو همگام کنید با محیط های مختلف یعنی یه همسازگاری نسبت به محیط های مختلف برای مطالعه داشته باشید و در خیلی از محیط تمرکز کافی داشته باشید مثل افرادی که الان مثلا ما میبینیم توی پارک مطالعه میکنن یا توی مترو دارن مطالعه میکنن البته اگر تمرین های تمرکز رو انجام داده باشن و بتونن تمرکز داشته باشن خیلی از افرادی که ما امروز می‌بینیم در محیط‌های بیرون دارن مطالعه می‌کنن اینها همینجوری یه کتاب برداشتن می‌خونن که وقتشون تلف نشه مثلا توی مترو یا نمیدونم توی محیط باز هستن فقط به دلیل اینه که حالا یه دوتا کلمه هم بخونن ولی چندان از نظر من این سیستم بهره برداری کافی رو نداره اون کتابو که میخونن دو دقیقه بعد یادشون میره ولی اگر قدرت اینو داشته باشن که تمرکز کافی داشته باشن میتونن بهترین بهرهبرداری رو در اون محیط ها داشته باشن هرچند من تاکید میکنم یه محیط ثابت خیلی بهتره و بیشتر میتونه به شما کمک کنه که تمرکز داشته باشید به چه دلیل به این دلیل که حواس پنجگانه ما وقتی در یک محیط بیرونی قرار میگیریم اطلاعات رو دریافت میکنن مثلا شما نمیتونید وقتی مطالعه میکنید در یک پارک چشمای خودتون رو ببندید و بچه ها مثلا دارن بازی میکنن افراد دیگه دارن کار دیگه ای رو انجام میدن و شما تمرکز کافی رو داشته باشید هر چند اگر تمرین کنید میتونید این اتفاق بیفته ولی خب نمیخواد که حالا زیاد درگیر این داستان بشید و سعی کنید یه محیط ثابت رو انتخاب کنید ولی نکته که من بهتون گفتم به این دلیل بود که در مکان مطالعه خودتون دچار محدودیت نشید حالا فکر نکنید دیگه اگر این مکان ثابتی نداشتم نمیتونم مطالعه کنم یا اگر مکان ثابتی داشتم اگر یه روز دلم خواست برم توی پارکی بشینم دو تا صفحه کتاب مطالعه کنم دیگه نمیتونم نه اصلا منظور من این نبود خودتون رو محدود نکنید ولی اگر میخواید بالاترین بهره برداری از سیستم های تندخانی و مطالعه خودتون داشته باشید بهتره که این کار انجام بدید و شما میتونید چیزایی که من گفتم رعایت نکنید و همون شیوه های قبلی رو داشته باشید و ببینید که نتیجهش چیه اینایی که دارم بهتون میگم برای اینه که افزایش عملکرد خوبی رو در تندخانی و یادگیری خودمون داشته باشیم نکته بعدی که باید رعایت کنیم این هست که سعی کنید فضایی که مطالعه می کنید حتما یه محیط خیلی ساده و لذت بخش و دلانگیز باشه ما از قدیم همیشه یاد گرفتیم وقتی میخوایم مطالعه کنیم بریم توی یه فضای ساکت یا نمیدونم یه فضایی که چندان خوب نبود یه اتاقی که نمیدونم هیچ کی دوش نبود و یه جای سرد و بیرو و فکر میکردیم اینجوری خیلی مطالعه ما قدرت بیشتری داره میتونیم مطالب رو بهتر به ذهنمون بسپاریم و یادگیری ما خیلی موثرتره ولی اصلا این داستان اینطوری نیستا شما اگر محیط خودتون رو خیلی جذاب و دلانگیز و خیلی حالا انرژی بخش طراحی کنید کم کم همین کمک میکنه مغز شما در اون محیط لذت ببره و کارایی مطالعاتی شما به شدت افزایش پیدا کنه برای این کارم سعی کنید ابزارات خوبی استفاده کنید حالا در ادامه من این داستان خدمتتون میگم ولی لذت بخش بودن محیط مطالعه ما بستگی به عوامل و شرایط مختلفی داره که یه تعدادش رو بهتون گفتم ولی یه تعداد دیگه هم هست که من در ادامه بهتون میگم تا همه اینها کمک کنه شما از اون محیط لذت ببرید نرید مثلا فضای مطالعاتی خودتون رو هیچی قرار ندید و بگید خب اگر چیزی باشه حواس من پرت میشه نه کاملا یه طراحی خیلی ساده خیلی لذت بخش داشته باشید که وقتی اونجا قرار میگیرید حس خوبی بهتون بده سعی هم نکنید فضا رو شلوغ کنید این که حالا من میگم یه طراحی خیلی خوبی داشته باشه به این معنا نیست که بردارید اون فضا رو شلوغ کنید و اصلا جای راه رفتن هم نباشه وقتی میخواید مطالعه کنید اصلا کلا عملکرد شما بیاد پایین و تمرکزتون به, به هم بخوره نه یه محیط خیلی ساده با اون ابزارها و امکاناتی که نیاز دارید و اون طرحی که شما دوست دارید و مورد دلخواه خودتونه در واقع من میگم شما باید برای مطالعه کردن خودتون یه بهشت رو بسازید که توی اون بهشت بتونید بهترین یادگیری ها و نتایج رو برای خودتون داشته باشید. نکته بعدی که باید در رابطه با فضا و محیط مطالعه رعایت کنید این بحث هست که حتما سعی کنید چیدمان محیط خودتون رو طوری قرار بدید که به راحت ترین شکل به ابزارها و امکاناتی که نیاز دارید دسترسی داشته باشید. مثلا جعبه خطارهای خودتون رو نرید بذارید دم یه ای که باید بلند شید و از روی صندلیتون برید اون رو بردارید. حتما سعی کنید اون ابزارهایی که هنگام مطالعه بهش نیاز دارید مثلا قلمی هست خودکاری هست پاکونی هست دفتری هست طوری قرار داده بشه که خیلی راحت شما هنگام مطالعه سریعترین دسترسی رو بهش داشته باشید و این سریعترین دسترسی بتونه راحت ترین وضعیت هم ایجاد کنه ها در نظر بگیرید من پشت میز مطالعه نشستم روی صندلیم هستم و خودکارم هم توی ظرفی هست که کنار دستم توی مکان خیلی زیبا راحت میتونم با دستم رو دراز کنم و اون خودکار بردارم این چقدر خوبه تا اینکه من بخوام نمیدونم مثلا خودکارم تو کشو پایینی میزمه خم بشم کشو رو بکشم بیرون اون خودکار رو بگردم توی کشو پیدا کنم و از این جور داستان پس سعی کنید اون ابزارهایی که نیاز دارید خیلی راحت در دسترس خودتون قرار بدید و بتونید بهترین استفاده از اون داستان ها رو داشته باشید این هم میتونه به شما کمک کنه که تمرکز حواس بیشتری داشته باشید آرامش ذهنی بیشتری داشته باشید و بتونید که از لحاظ بود درونی تون یه تغییر و تحول و یه استیت خیلی فوق العاده تری رو برای یادگیری توی وجود خودتون ایجادش کنید بحث بعدی که باید رعایت کنید حتما محیطی که برای مطالعه انتخاب میکنید سعی کنید یه محیط خیلی آروم و ساکت باشه تا تمرکز کافی رو داشته باشید نرید یه گوشه حال خونتون رو انتخاب کنید یه میز بذارید بعد همسایه ها بیون و سر و صدا و نمیدونم مهمون ها بیون و یه دوتا حال احوالی هم از شما بکنن و نمیدونم علی جان داری چی کار میکنی و چی رو داری مطالعه میکنی و اصلا تو اینجور فضاهایی برای مطالعه قرار نگیرید حتما یه فضایی باشه که منحصر به فرد باشه آرامش و سکوت توی اون فضا باشه تا شما درک مطلب و تمرکز بیشتری رو داشته باشید و همین هم خودش باعث میشه یه آرامش ذهنی و روحی در اون محیط برای شما ایجاد بشه نکته بعدی که باید در این زمینه رعایت کنید از ابزارالات و اون امکانات با کیفیت استفاده کنید در طول جلسه من روی این نکته خیلی خیلی تاکید کردم و اینجا هم دوباره برای شما آوردم که یکم حواستون باشه که حتما از امکانات و ابزارالات خیلی خیلی با کیفیت و عالی استفاده کنید اون امکانات میتونن چیا باشن نمیدونم اون فرشی که توی اتاق به کار میبرید اون حالا تابلوهایی که طراحی میکنید اتاقتون اون صندلی که برای مطالعه است اون میزی که برای مطالعه استفاده میکنید قلم ها خودکار دفترهایی که انتخاب میکنید اگر میرید یه دفتری میخرید نگید آقا یه دفتر بده بگو آقا چه دفتری دارید طرحش چیه اون بهترین طرحی که به احساس خوبی میده اونو انتخاب کن اون خودکاری که شکلش مورد علاقت رو انتخاب کن اون ماژیکی که خیلی دوستش داری اون رنگ ماژیکی که خیلی دوست داری رو انتخاب کن تمامی اینها نکات ریزی است که وقتی کنار هم قرار میگیره واقعا لذت میده ها فرض کنید شما روی صندلی دلخواهتون با رنگ مورد علاقتون نشستید میزتون همون رنگ مورد علاقه است دفترها تمام خودکارها کیفی که اونجا قرار دارید همه اینها چیزی است که خودتون دوست دارید وقتی نگاهتون رو به هر طرف میندازید میبینید که چقدر شما دارید توی اون فضایی که خودتون دوست داشتید زندگی میکنید و مطالعه میکنید خیلی خیلی حس خوبی بهتون میده امیدوارم که این کار رو انجام بدید و خودتون این داستان رو تجربه کنید اگر هم در محیطی هستید که بیروهه اون محیط رو تغییرش بدید یه صندلی هست که سی ساله دارن استفاده میکنن توی خانواده خواهشان اون رو بر ندارید برای مطالعه شما هم استفاده کنید و افتخار کنید که حالا این از جد ما رسیده به ما و کلی آدم روی این تحصیل کرده نه بندازیدش بیرون برید یه ابزار خیلی خوب رو بگیرید و از استفاده اون ابزار توی زندگیتون لذت ببرید نکته بعدی که میخوام بهتون بگم در رابطه با این هم...